انتخابات دیگر بار دیگر در راه است. انتخابات دیگر بار دیگر در راه است. خلق را وعده پوچ سر خرمن بدهید. پسران عزبی را که مجرد هستند همه را یک شبه با ساز و دهل زن بدهید. به مدیران ادارات کلیدی اسفند غیر پاداش کلان یک دو سه تا ون بدهید. به زنان تا که بیایند و به ما رأی دهند قول آزادی کوتاهی دامن بدهید. گرگ را وعده میشو به خران وعده کاه. جوجه ها را علکی وعده ارزن بدهید. گرچه موجودی صندوق تمام است ولی به رعیت کوپن شکر و روغن بدهید. خانه در مملکت ارزان شد و باید پس از این به جهان وعده آزادی مسکن بدهید. علکی توی سخنرانیتان در سیما، منظور صدا و سیما ایرانه، علکی توی سخنرانیتان در سیما وعده کنترل قیمت آهن بدهید تا که تأثیر کند صحبتتان بین عوام. وعده ها را همه با واژه شرعن بدهید. گر که هر روز کشید ده ده و صد صد زن و مرد، گر که هر روز کشید ده ده و صد صد زن و مرد، در عوض وعده آزادی انسان بدهید. خشتکش پاره شده احمدو، میبخشید شاعر گفته، احمدو تناز نوشت به طرف حداقل یک نخ و سوزن بدهید. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک که هممیهنان ارجمندی که در هر گوشه گیتی آوای ما را میشنوند، برنامه در پهنه بیکران، ببخشید در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. امروز 13 فروردین، یا بهتره بگم روز 13 نوروزه. تقریبا ما در برنامه گذشته از شب نوروز تا امروز درباره بسیاری از آیین‌های نوروزی، از شب چهارشنبه چوری گرفته، ریشه سور، ریشه چهارشنبه، شب چهارشنبه چرا میگن چهارشنبه، با شب چهارشنبه چه فرق داره، بعد دید و بازدیدها، بعد آنچه که در خان نوروزی می نهند، بعد در مورد ریشه هفت‌سین و چه چیزهای هفت‌سین راستین و اصلی هستند، گفتیم و گفتیم و گفتیم تا به امروز رسیدیم که امروز 13 بدره. راجع به 13 هم در 3 روز پیش در برنامه فارسی گفتم که چرا میگن 13 نحسه و از کجا ریشه گرفته و چه شده. حالا امروز تنها چیزی که بسیاری از بینندگان خواستند درباره حاجی فیروز ببینیم، این حاجی فیروز، این دایره زنگی به دست سرخپوش که نه گویشش درست فارسیه و نه رختش رخت ایرانی میمونه و نه چهرش ایرانیه، چیه که یکی از پایه‌های راستین نوروز شده. در حدود 3 سال پیش هممیهنی به نام خانم الهام ستاکی از من خواست که پروانه بدهم در این زمینه، این راجع به حاجی فیروز اونچه نوشتم بدم و ایشان بخونن و این کار شد و تا امروز که من نگاه کردم صفحه فیسبوک رو یا
یوتیوب رو نگاه کردم، حدود 17,000 تن این چیز رو دیدم، این سخنان این بانو رو از روی همون مقاله من دیدن و گوش کردن. حالا امروز نه به اون مفصلی، ولی میکوشم که در زمینه حاجی فیروز بیشتر سخن بگم. ببینید، در جهان این سوی کره زمین، یعنی در نیم کره شمالی، تا امروز 5 کیش بزرگ فراگیر آمده. 3 کیش آنها کیش‌های سامی و کیش‌های ابراهیمی نامشونه، به نام یهود، ترسا و اسلام. 2 کیش دیگه به نام میترائیسم و زرتشت هم از ایران برخواسته و این 5 کیش رو ایرانی‌ها باهاش آشنا هستن کم و بیش. صرف نظر از اختلاف‌هایی که میان این 3 کیش سامی و دو کیش آریایی هست، یک ویژگی بزرگ، یک اختلاف بزرگ میان این 2 کیش آریایی و اون 3 کیش سامی هست و اون این است که در اون 3 کیش بردهداری وجود داشته. آدم به وسیله آدم خرید و فروش می شده، آدم کالا بوده، چه در کیش ترسا، چه در کیش یهود، چه در کیش اسلام. ولی در 2 کیش ایرانی، هم در کیش مهر و هم در کیش زرتشت، بردگی وجود نداشت. این نشون میده که این 2 دینی که از فرهنگ ایرانی ریشه گرفته، تابع فرهنگ و خواست ملت ایران بوده و ملت ایران به خوبی نشان داده که با بردگی و بردهداری و با خرید و فروش آدم به وسیله آدم موافق نبوده. یعنی اگر بپذیریم که از هر جایی که این کیش‌ها پدید اومدن، چه 2 کیشی که در ایران پدید اومده، چه اون 3 کیشی که در خاورمیانه و طرف فلسطین و عربستان و اینجاها پدید اومدن، از خاص و فرهنگ اون ملت ریشه گرفتن، بنابراین میبینیم که چون ملت ایران مخالف بردهداری بوده، فرهنگ ایرانی از خرید و فروش آدم به وسیله آدم بیزار بوده، بنابراین این 2 دین ایرانی، این 2 کیش ایرانی هم درش بردهداری وجود نداشته. در کتاب تورات میخونیم، میگه که غلامان و کنیزان، ببینید داره میگه غلامان و کنیزان، پس در تورات وجود داره، تنها 7 سال برده هستن و پس از 7 سال باید آزاد شوند. اگر برده ای پس از 7 سال پایان سال 7 باز هم خواست که برده بماند، صاحب او برده را در آستانه در خروجی خانه می آورد و با در برابر همگان گوشش رو سوراخ می کنه و از گوش او یک حلقه رد می کنه و این برده تا پایان عمر دیگه برده خواهد. این اصطلاح و زبانزد غلام حلقه به گوش هم از اینجا پدید اومده، از این روش دینی. در داستان پندآموز یوسف و زلیخا هم میخونیم که یوسف به وسیله برادرانش در بازار، در بازار برده فروشان مصر فروخته شد. اما در ادب و در چامه های ایرانی شما دقت کنید ببینید چقدر زیبا نشان میدن شاعرای ایرانی که ما ایرانی ها از بردهداری خوشمون نمیاد. فخرالدین اسعد گرگانی میگه تو آزادی و هرگز هیچ آزاد، نباید همچو بنده جور و بیداد، یا نتابد همچو بنده جور و آزاد. تابدن، نتابیدن یعنی تحمل نکردن. فردوسی میگه به خانه شد و بنده آزاد کرد،
بدان خواسته بنده را شاد کرد. یا در گرشاسبنامه میخونیم که خطاب به یک ایرانی، خطاب به یک تازی چنین گفته، گفته از ایران جز آزاده هرگز نخواست، از ایران جز آزاده هرگز نخواست، نخواست با الف یعنی بلند، هرگز بلند نشد، جز آزاده از ایران هیچی بلند نشد، گرفت از شما بنده هر کس که خواست. سرانجام در برگ 116 از لغتنامه ده خدا حرف رو پایان میده استاد ده خدا، میگه در معنی کلمات آزاد، آزاده، آزاد مرد، آزاده مرد، آزادگان و گاه هم به صورت مطلق، مطلق معنا ایرانی معنی میده، یعنی در معنی هر جا که میگن آزاده یعنی ایرانی. در تمام کتاب ها میبینی که آزادگان یعنی ایرانی ها. با اینکه چندین سده از دوران کوروش و هخامنشیان میگذره و همچنین از دوران عیسای ناصری میگذره و کیش ترسا رو اون موقع بنیاد گذاشته بودن، در کیش ترسا هم بردهداری ناروا دانسته نشده و دولت انگلستان سالها و سالها یکی از رشته های بازرگانیش شکار سیاهان بیگناه آفریقا و فروش آنها به کشورهای تازه مسلمان شده، از آن میان به کشور ایران پس از اسلام گذاشته شده. از طرف دیگر گروه سیاهان آفریقایی و زنگباری یعنی جنوب آفریقا، اینا رو بار کشتی میکردن انگلیس ها، به آمریکای تازه شناخته شده می آوردن و می فروختن. با همه کوششی که آبراهام لینکلن کرد که جلوی این بردهداری رو بگیره و جان خودش رو بر سر این کار گذاشت، ولی بردهداری از آمریکا بر نیفتاد و هنوزم بیش از 40-50 سال از ترور مارتین لوترکینگ جونیور که خواهان آزادی و برابری حقوق سیاهان در آمریکا بود نگذشته و میبینیم که تا این زمان هم تعصب بردهداری در اینجا بوده. حالا اگر در کیش ترسا بردهداری ناروا بوده، پس این رفتاری که از طرف انگلیس ها، از طرف تاجران انگلیسی، بازرگانان انگلیسی دیده میشد، نباید دیده میشد دیگه. دست کم کلیساها باید مخالفت میکردن و نکردن. پس این بوده. به هر روی در سال 621 ترسایی کیش اسلام در شبه جزیره عربستان پیدا میشه و هنوز چندی نمیگذره که در زمان عمر که تصمیم گسترش کیش اسلام داشت، ایران رو هم زیر چیرگی میگیره. حالا در اینجا سخن بسیاره. برخی میگن ایرانی ها به زور شمشیر کیش اسلام رو پذیرفتن، برخی میگن نه، ایرانی ها به میل خودشون. ما به این مسئله کاری نداریم، چه به زور یا به میل خودشون مسلمان میشن و دین اسلام رو بر میگذینن. اما یک اصل جامعه شناسی یک نکته بزرگ رو میگه، میگه دین فرهنگ نیست. اینجا که میگن فرهنگ اسلامی، فرهنگ اسلامی حرف بسیار بیپایهیه. دین فرهنگ نیست، زیرا دین گرد آمده از برخی دستورها و مشتی باورهاست. دستور دینی فرهنگ رو نمی آفرینه. فرهنگ در وجود هر ملتی، در شناسنامه هر ملتی، در نهاد هر ملتی نهفته. دین دستور، نماز بخون 17 رکعت، نمیدونم روزه بگیر 30 روز ماه رمضان، اینا فرهنگ نیست. و فرهنگ اسلامی که میگن همطور که گفتم یه کار بیهوده. باید بگیم که کیش اسلام یا هر کیش دیگری که از سوی یک ملتی برگزیده میشه آمیخته میشه با
فرهنگ اون ملت. بنابراین اسلام یک ایرانی با اسلام یک الجزایری خیلی فرق داره. میدونید که اینا ایرانی ها شیعه رو ساختن اصلا یه چیز دیگه ایشو. اسلام یک بنگلادشی با اسلام یک فیلیپینی فرق داره. همچنین این آمیختگی دین و برخورد با فرهنگ دگرگونی های فراوانی در رفتارهای دینی هم پیدا کرد. به هر روی برمیگردیم به تاریخ. ایرانی مسلمان میشه. ناگزیر روش بردهداری و برده فروشی رو که در اسلام بوده با تازیان از شبه جزیره عربستان به درون ایران میاد، آیین و دین قرار میگه دیگه، میاد تو. اما این چیزی رو که دین با خودش آورد با فرهنگ ایرانی نمیخوند. ایرانی مسلمان شد، طبعا دستورهای اسلامی رو میتونست قبول کنه، اما آیا رفتار یک ایرانی با رفتار یک تازی نسبت به برده یکی بود؟ هرگز. برده در سرزمین تازیان، در سرزمین های دیگر شمال آفریقا که مضرب شده بودن کالا بود، میتونست بکشدش، میتونست باش تجاوز کنه، میتونست همخوابگی کنه، بچهش هم حلال داده بود. در حالی که ایرانی این کار نمیگه. کجا شما دیدید یک ایرانی با یک برده رو ازدواج کرد؟ اصلا. تمام تاریخ رو برید بخونید. البته شاهان، اینو بهتون بگم، هم صفویان هم قاجاریان، اینها کنیز و غلام زیاد داشتن. غلام ها رو با نهایت ناجوانمردی اخته می کردن که اینها در حرم سرا بتونه کار کنن، و کنیزها رو هم همیشه همخوابگی باشون داشتن. اون رو نگذاری جای ملت ایران. تازه مغول ها، تازه قاجار ها مغول بودن و سیستم افکار مغولی بود. بر روی ایرانی اون آزادگی در بطن کارش بود و فرزند کی بود؟ فرزند کوروش، که تازه کوروش خودش از فرهنگ این ملت چیز برده بوده، سهم برده بوده، و در بخش هشتم یا دهم فرمان حقوق بشر کوروش به صراحت نوشته شده که در دوران من هیچ ایرانی نباید به وسیله ایرانی، هیچ انسانی نباید به وسیله انسان دیگر خرید و فروش بشه. ممکنه شما بگید که در زمان کوروش که مسیحیت نبوده و اسلام هم نبوده. بله، ولی یهودیت بوده، یهودیت بوده، در اونجا بردگی داشته. و این مرد کوروش چون نشأت گرفته از فرهنگ ایرانی بوده این فرمان رو صادر میکنه. بعد میگه به فرمانداران و کارگزاران خود دستور دادم که هرگز نگذارن در حیطه فرمان روای اونها انسانی وسیله انسان دیگر خریداری یا فروخته شود. ببینید، پس همه اینها رو از اول تا من میشمرم برای همینه. و باز گفتم که ایرانیایی که برده ها رو می‌خریدن، اون روش بردهداری ایرانی ها اصلا با روش مسلمانان بخش ها و کشورهای آفریقایی و عربستان اینا نمیخونه. در سال 1619 ترسایی، یعنی 388 سال پیش، ببینید تقریبا میرسه به زمان صفویان، وسیله انگلستان کشتی برده از آفریقا به سراسر جهان برده و فروخته میشد. حالا این بینوایان با سختترین شرایط، با بدترین اهانتها و ستمگرانه ترین رفتارها در انبارهای متعفن و هوابسته کشتی ها زندگی میکردن. بسیاری از اونها در راه ها میمردن و پیکرشون رو به دریا میداختن. اونهایی که به امریکا یا به سرزمین های دیگری بجز ایران می رسیدن، بجز ایران می رسیدن، زندگی بهتری از درون کشتی ها هم نداشت. انقلاب بزرگ فرانسه پیش میاد در سال 1789. آیین بردهداری در جهان سست میشه
و سپس کنفرانس برلن در 1885 و پیمان بروکسل در سال 1890 آیین بردهداری رو یکسره منع میکنه. فقط منع میکنه که گوش بده، فرق که اجرا میکنه فرق داره با اینکه منع کرده، اما به هر حال سست میکنه. برمیگردیم به ایران. چون بردگان رو کشورهای استعماری از افریقا می آوردن و بیشتر از راه سرزمین عربستان به جنوب باختری ایران، یعنی آبادان و کویت و بوشهر و اینا، کویت و بوشهر و اینا که می آمدن، همشون سیاه‌پوست بودن. بنی پای ایرانی ها به همه اونا بودن حاجی، چون از سرزمین عربستان میاد. دیدید که ما به همه عربی ها میگیم حاجی. این آخوندام که چون ریشه شون زیاد ایرانی نیست، اینا هم حاج آقا به همدیگه میگن، برای اینکه خودشونو کنار بکشن از تیره ایرانی. گردآوری برده ها از افریقا و آوردنشون به ایران و کشورهای مسلمان دیگر درآمد عجیبی برای دولت انگلستان داشت. ولی برده هایی که به ایران می آوردن خوشبخترین اونها بودن، خوشبخترین برده ها. چرا؟ چون ایرانی مهربان، متمدن و بلندنگر بود و در ژرفای اندیشش با مهربانی با اونها رفتار میکرد، چون اونها را هم مانند خودش آدم میدونست. حالا اگر فرمان کوروش رو به گوشش نخورده بود، چون این استوانه کوروش تازه کشف شده، به هر روی فرهنگش که فرهنگ کوروش بوده، تازه کوروش از فرهنگ ایرانی نشأت گرفته بوده. به هر روی اینا اندک اندک این برده هایی که در ایران می اومدن و فروخته می شدن، اندک اندک با پس و پیش کردن واژه ها و با طرز حرف زدن اینها زبان فارسی رو یاد می گرفتن. اما شیوه گویش اونها باعث شادمانی و خنده و دلخوشی دیگر هموندان خانواده می شد، به خصوص چون اینا آداب معاشرت و ادب رو که اونطور که ایرانی ها داشتن بلد نبودن، با همون شیوه برخوردشون با شیوه شهرنشینی و با بزرگترها مثل بقیه نبود. خیلی صریح بودن، خیلی رک صحبت میکردن و کارهایی رو هم که از اینا سر میزد باعث خنده اهالی خانواده میشه. به همین انگیزه اینا رو تا اونجا راحت و آزاد گذاشته بودن که هموندان خانه، حتی حاج آقاها، بزرگان، بزرگ خاندان رو این سیاها ریشخند میکردن و رفته رفته سوژه خوبی به دست نمایشنامه نویسا دادن و یک شیوه نمایش روحوزی به نام حاج آقا سیاه پدید اومد که من فکر میکنم برخی از کسانی که الان پای تلویزیون دارن گوش میدن سنشون به اونجا رسیده باشه که در عروسی ها وقتی مطرب روحوزی می آوردن بیشتر چیزی که مردم دلشون بخواست ببینن مسئله حاج آقا سیاه بود، به ویژه این که سیاه حاج آقا رو خوب مسخره می کرد و عصبی می کرد و مردم لذت می بردن. اینم برای این بود که باز از مسئله بردهداری و غلامداری و کنیز و کلفتداری کنیز و غلامداری بدشون می اومد. مثلا برای اینکه به شما بگم که این شیوه گفتار اینها نشون میده که اینها ایران نبودن، مثلا سلام علیکم رو گفتن سنبلی بلیکم. ابراب خودم به جایی که بگی ارباب خودم و ده ها واژه دگرگون شده فارسی رو باعث میشد که همه بخندن. یک نکته جالب دیگه، حاجی رو بهش میگفتن، اما باز برای که اینها به غرورشون لطمه نخوره نامهای جالبی برای اینا میذاشتن، مانند یاقوت، الماس، فیروزه، زمرد، مبارک، کافور و و و مانند اینا. بدین گونه نامهای حاج الماس، حاجی فیروز، حاجی یاقوت، حاجی زمرد، حاجی کافور و و و پدید اومد. برای اینکه شما ببینید ایرانی ها چقدر مواظب اینها بودن، هیچ کس هم درسشون نمیداد، فرهنگشون درس میداد بهش.
فرهنگ ایرانی درس میداد. برای اینکه این افکار آزادمنشانه رو براتون نمونه بیارم، ایرانی ها به مردان غلام و به مردان برده سیاه کاکا میگفتن. کاکا به معنای برادر بزرگه. خوب دقت کنید، کاکا یعنی برادر بزرگ. برگ 1806 لغتنامه ده خدا رو برید نگاه کنید. این واژه در زبان پارسی میانی به عمو گفته میشد، یعنی در زبان پهلوی ساسانی به عمو میگفتن کاکا. حالا یعنی بعدش در زبان پارسی دری شد برادر بزرگ. همزبانان افغان ما به عمو هم کاکا میگن. در گویش مازندرانی به سیاها کاکو میگن به معنای دایی. ببینید هیچ کدوم اینا معنی بد نداره. به زنهای برده سیاه دده میگفتن. دده در زبان پارسی به معنای آموزگار کودکان خانواده است. واژه دده در گویش جنوب باختری ایران در خوزستان که بیشتر بردگان از همونجا وارد ایران می شدند به معنای خواهره. خوب دقت کنید، دده در اونجا به معنی خواهره. به معنی که وارد می شدند، وارد ایران می شدند، با همون گویش خوزستانی دده بهشون می گفتن. برگ 10508 لغتنامه ده خدا. همه اینها برای این شد که نشون داده بشه که ایرانی بردگان رو نه تنها به چشم غلام نگاه نمی کنه، بلکه به ایشان ارج و مهر ویژه‌ای هم میده. و هیچ یک از این نام‌هایی هم که به اینها دادن نام‌های اهانت‌آمیزی نیست. من از دوست ارجمندم آقای وارتان و بهزاد، هر کدومشون هستن، خواهش می‌کنم آگهی‌ها رو پخش کنم، بعد برگردیم ببینیم خب با همه این حرفا حاجی فیروز از کجا پیدا شد. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیز، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. برمیگردیم ببینیم حالا چطور حاجی فیروز پدید اومد. با نگرش به این که در اون چی که در این گفتار من آوردم روشن میشه که سیاهان در درون خانواده های ایرانی آزادی کامل داشتن و در زمانی که نوروز فرا می رسید و بچه های ایرانی می افتادن تو کوچه و شادی می کردن و بشکن می زدن اینا، اینم خودش یعنی سیاه غلام خودش
در اونجا می اومد همراه بچه ها می شد و با بچه ها بشکن می زد و آواز می خوند و می اومد. پس در زمانی که نوروز نزدیک می شد، حتی تا 13 نوروز، این پدیده، یعنی این سیاه، هنوز ما اسم براش نداشتیم، این سیاه می اومد وارد معرکه می شد و با بچه ها می زد و می خوند. حالا در همون موقع تو بازار و کوچه و خیابون می هم پای بچه ها که می خون، انگیزه شادی مردم می شدن، زنها می اومدن می ایستادن تماشا می کردن. و در همین موقع اگه هر مرد سال، می خوام بهتون بگم چقدر آزادی بوده ها، آزادی برای سیاه ها، برای غلامان، اگه یه مردی می اومد از اونجا رد شه، یه مرد سالمندی که 90% این مردان سالمند هم ریش دارن و می اومد خودشو بکشه کنار، که حالا البته اونا شیعه بود و مسلمان بود و نمیدونم حرام و اینا، بره از اونور، آزادی این سیار میبینید تا چه حدی، تا اینو میدید که یارو خوشش نمیاد و میخواد از اون گوش در و بشکن و رقص اینا رو نبینه، با همون گویش مخصوص خود آفریقاییش که فارسی یاد گرفته بوده، میگه ابرا به خودم سنبلی بلیکم، ابرا به خودم سرتو بالا کن، ابرا به خودم بزبز قندی. ببینید قشنگ به یه حاجی میگه بزبز قندی، ابرا به خودم چرا نمیخندی. همین رفتار تو خونه ها نیز بود، موقعی که میگفت و میخندید و با خانوم خونه و زن حاجی و دختره حاجی و پسرای حاجی و غیره شوخی میکردن اینا، اگه اتفاقا در اون موقع حاج آقا وارد میشد، این بردگان پاکتل نمی ترسیدن، اصلا ترس برشون معنی نداشت، بدون بیم و هراس می گفتن که ابرا به خودم سنبلی بلیکم، به حاج آقا ابرا به خودم اخماتو واکن. این تازه زمانی بود که اعضای خانواده ماسار کیسه کرده بودن و خودشون رو جمع جور کرده بودن که حاج آقا اومدن، ولی سیاه کار خودشو می کن. رفته رفته کاری که این بردگان در کوچه و بازار می کردن به روحیه آزاداندیش ایرانی خوش اومد و در روزهای نزدیک به سال نو، این خواست، این کار، این پدیده، این بخش از آیین نوروزی گسترده و گسترده تر شد. یه دایره زنگی هم بهش دادن، یکی از نامهایی که بیشتر میذاشتن روی سیاها، چون میگفتن نوروز پیروز است، نوروز پیروز است، این هم اسم گذاشتن حاجی فیروز، که از همون پیروز است نوروز گرفته، حاجی هم بود چون از عربستان آوردن سیاه. این حاجی فیروز اومد خودشو جا داد در آیین‌های نوروزی ایرانی و نماد شادی و آزادی شد، شادی برای ما، آزادی برای خودش. پایکوبی و دستفشانی، دایره زنگی زدن و خنداندن حاجی فیروز اندک اندک شد یک آیین نوروزی و نشانه ای شد که ایرانی برده آزار، بردگی پرور، برده کش و ستمگر نیست. ایرانی آزاد است. ایرانی همگان رو، چه سیاه، چه سپید، چه زرد و چه سرخ، از هر کیش و آیینی دوست داره. و چون در کیش میترا که نخستین کیش ایرانی بوده، رنگ سرخ، رنگ شادی، یعنی رنگ پیراهن میترا، رنگ شادی و جنبش بود، رخت سرخی هم به تن این سیاه خوشمزه شاد کردند تا کاملا ایرانیش کنه. کار به جایی رسید که دیگه، این من تقریبا یادمه، کار به جایی رسید که در زمان رضا شاه، که به دستور او و به پیروی از کنفرانس های جهانی بردهداری در ایران ور افتاد و قانون گذشت که بردگان همگی بدون پرداخت پول آزاد باشند، تمام بردگان ماندگار در نزد خانواده ها حاضر نشدند از اون خانواده ها بیرون بیان و از خانواده هایی که اونها رو دوست داشتند ببرن، در اونجا ماندگار شدند تا به انگیزه پیری اندک اندک درگذشتند. من به خوبی به یاد دارم که در زمان کودکی در مورد در خانواده پدر بزرگ من یک برده سیاه به نام حاجی الماس و یک برده سیاه زن به نام
دده زندگی میکردن و پس از دستور آزادی بردگان این دو تن حاضر نشدند از خانه پدر بزرگ من بیان بیرون و مانند دیگر هموندان خانواده در اونجا موندند تا مردند. این داستان نماد حاجی فیروز و شیوه پدید اومدن او بود که از زمان تاختن تازیان به ایران به انگیزه پذیرش کیش اسلام با این کیش آمد، ولی رنگ و رو و رخ و رفتارش رو ایرانی ها عوض کردن و به جای اینکه یک خاطره تلخ از این شیوه فروش آدم با وسیله آدم در ذهن ها پایه بگذارند، یکی از پایه های استوار بزرگترین آیین های باستانی ما شد. در حقیقت وجود حاجی فیروز بانگ بلند و رسای مخالفت فرهنگ ایرانی با بردگی و فروش آدم به دست آدمان. آیین بردگی برافتاد، به فراموشخانه تاریخ رفت، ولی به حاجی فیروز، حاجی فیروز با پیوستن به آیین کهن ناروزی ماندگار ماند و جاودانه شد. امیدوارم بینندگان ارجمند پی برده باشن که این حاجی فیروز که این همه میپرسن حاجی فیروز حاجی فیروز چیه و اینا چطور پیدا شد. من گمان میکنم از 50 60 سال تا 100 سال بعد از آمدن تازیان به ایران، یعنی از 1300 سال پیش 1200 سال پیش، اندک اندک حاجی فیروز وارد آیین های نوروزی ما شد. این چند روزه بسیاری از دوستان و شنوندگان میپرسن آقا شما زمانی 10-12 تا سخنان بزرگان رو میخوندید، گهگاه ما یادداشت میکردیم و گهگاه هم خب میشنیدیم و یادمون میموند، چرا این رو ترک کردید؟ البته سخنان بزرگان باید سخنان بزرگان باشه و یافتن و یادداشت کردن اونها کار ساده ای نیست. با این حال من دستور شما رو گوش کردم و برخی از اونها رو در اینجا براتون آوردم. من دیگه نام بزرگان رو نمی‌خوام چون سخن بزرگیه دیگه، برخی از اونها نداره، بنابراین ناگزیرم که بدون نام بگم. میگه اشک‌ها زبان دارند، اشک‌ها که از چشم‌ها می‌ریزند زبان دارند، ولی معنای اونها رو تنها بر کسی که گریسته است روشن است. اشک ها زبان دارند ولی معنای آن تنها بر کسی که گریسته است روشن است. ارزش پدر بعد از مرگش معلوم می شود، همانطور که ارزش نمک پس از تمام شدنش. اگر می خواهی در رودخانه و مرداب به سر ببری، باید با تمساح دوست شوی. اگر میخواهی در رودخانه و مرداب به سر ببری، باید با تمساح دوست شوی. آیا بیماری های شیرین و داروهای خوشمزه وجود دارند؟ کدام بیماری شیرین و کدام دارو خوشمزه است؟ بدون زن خانه اقامتگاه شیطان است. بدون زن خانه اقامتگاه شیطان است. بچه پزشک، جالبه این سخن، جالبه، بچه پزشک از دارو میمیره نه از بیماری، برای اینکه میجنبه باباش دارو بهش میده. بچه پزشک از دارو میمیره نه از بیماری. پیش از گفتن گوش بده، پیش از گفتن گوش بده، پیش از نوشتن بیاندیش، پیش از خرج کردن به دست بیاور، پیش از انتقاد صبر کن، پیش از ادعا نیکی کن، پیش از دست کشیدن از کار به آنچه کرده ای دوباره دقت کن.
در گذر از دریای زندگی، از طوفان و آبهای خروشنده نترس، برای اینکه اینها با دریا آمیختند. به یاد داشته باش که دریای آرام هرگز دریا نورد ماهر نمی سازد. دریای آرام هرگز دریا نورد ماهر پدید نمی آورد. اینم از سخنان بسیار بسیار پرمغز و به یاد ماندنیه. از کسی نترس که کتابخانه ای دارد و زیاد کتاب می‌خواند. از کسی بترس که فقط یک کتاب خوانده و میپندارد زیاد می‌داند. از کسی نترس که کتابخانه ای دارد و زیاد کتاب می‌خواند. از آن بترس که فقط یک کتاب خوانده و میپندارد زیاد می‌داند. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است، و تنها یک گناه وجود دارد و آن نادانی است. در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است، و تنها یک گناه وجود دارد و آن نادانی است. اگر کسی را فریب دادی، به خود مبال که نشانه زرنگی و تیزهوشی توست. اگر کسی را فریب دادی، به خود مبال که نشانه زرنگی و تیزهوشی توست و نادانی اوست، بلکه نشانه اعتمادی است که او نابجا به تو داشت. بله، و این 4-5 تا جالبه. سازنده ترین واژه در زندگی گذشته، اون رو تمرین کنید. سازنده ترین واژه در زندگی گذشته، اون رو تمرین کنید. پرمعناترین واژه ما است. ما پرمعناترین واژه ماست، اون رو به کار ببرید. ژرف‌ترین واژه مهربانی است، به اون ارج بنهید. بی‌رحم‌ترین کلمه تنفر است، نابودش کن. بی‌رحم‌ترین کلمه تنفر است، نابودش کن. سرکش‌ترین واژه رشک و حسد است، با آن بازی نکن. سرکشترین واژه رشک و حسد است، با آن بازی مکن. خودخواهانه ترین واژه من است. من خیلی هایی میگن من اول جمله، من وسط جمله، من آخرش هم من. برای خودم این کار کردم، من دیگه چه داره، برای خودم این کار کردم دیگه. خودخواهانه ترین واژه من است، از آن بپرهیز. ناپسند ترین واژه خشم است، آن را فرو خور. ناپسند ترین واژه خشم است، آن را فرو خور. بازدارنده ترین واژه ترس است، با آن به جنگ. همیشه بهترین راه جنگیدن با ترس نترسیدنه. تمرین کنید که نترسید، اونگاه دشمن از تو میترسه، دشمن از تو خواهد ترسید. شادمانه ترین واژه کار است، به آن بپرداز. شادمانه ترین واژه کار است، به آن بپرداز. پوچ ترین واژه طمع و آز است، اون رو بکش. شعر جالبی دارم که به نظر من باید به این ملاها و آخوندها گفت. میگه از معصیت خیش دمی کم نکنی، از معصیت خیش دمی کم نکنی، گر فاحشه‌ای چون تو بهشتی باشد.
از مصلحت خیش دمی کم نکنیم، گر فاحشه‌ای چون تو بهشتی باشد. میگه آن که اینو خوندم براتون جنف، اطلاعات ناقص بسیار خطرناکتر از هیچ ندانستن است. اطلاعات ناقص بسیار خطرناکتر از هیچ ندانستن است. همیهنان عزیز، امروز برنامه ویژه نوروزی که اون روال همیشگی ما رو به هم زده بود و در مورد تاریخ بود و داشتیم راجع به اینکه چگونه نادر به هند حمله کرد، چه شد که نادر به هند حمله کرد، که گفتم که سه تا سفیر فرستاد که داستانشو میدونید، و از سه شنبه آینده به دنباله این تاریخ میپردازیم تا ببینیم بعد از اینکه سفیر سومش رو کشتن چه کرد، چه کسی اصلا توانست و جرأت کرد که بره به نادر بگه سفیرتو کشتن. خبر کشته شدن محمد خان ترکمن رسیده بود به قندهار، اونجا فعلا نادر شهر رو تصرف کرده بود، در قندهار ستادش رو قرار داده بود، خبر رسیده بود، کسی جرأت نداشت به نادر بگه، یعنی واقعا میترسیدن که اگر به او بگه به انقدر خشمگین شه، چون اون شاهان قدیم که زیاد منطق سرشون نمیشد که. خبر خوش میشنیدن، یه سکه ای چیزی میدادن، خبر خیلی بد اگر کسی بهشون میداد میکشتنش. آن نموده این تقصیر نداره، این پیکه، این آمده خبر بده فقط. به هر حال این بود که میترسیدن برن به نادر بگن، و بعد نشستن و تصمیم میگرفتن و ترفندی به کار بردن که بالاخره به نادر چجوری بگن و چجوری آگاه شد نادر از این کار. بینندگان ارجمند، زمان ما در اینجا اندک اندک به پایان میرسه. امیدوارم که سال نو بر همه شما خجسته باشه، سال آزادی ایران ما باشه. وضعیت خاورمیانه، وضعیت خاور نزدیک طوری است که این امید رو به ما میده که این اختاپوس ها، این خرچنگ ها و هشت پاها از شانه ملت دور خواهند شد و ایران ما به ما باز میگرده. ما به ایران باز نمیگردیم، ایران به ما باز میگرده. وقتی ایران به ما باز میگرده، ما در ایرانیم، ما به ایران خواهیم رفت. من این امید رو دارم، و امید دیگر من این است که این ملت سربلند شه، از این تباهی و تنگ دستی رها پیدا کنه و مسببین اون رو به دوزخ بفرسته. ایران تو بمان، ایران تو بمان که نور امید آید، در نیمه شب فروغ خورشید آید. تاریخ اگر دوباره تکرار شود، کعبه به طواف تخت جمشید آید. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.